سلام، خوش آمدید به این برنامه ویژه مرور اتفاقات سال میلادی 2018. سال میلادی که به پایانش نزدیک شده ایم، سالی بود پر از هیاهو، پر از تحولاتی که در آغاز سال غیر ممکن به نظر می آمد. از دست دادن محبت آمیز رهبران آمریکا و کره شمالی بعد از ماه‌ها خط و نشان کشیدن برای هم، تا خروج آمریکا از بعضی از مهمترین قراردادهای بین المللی اش نظیر برجام، تا سردرگمی در لندن به خاطر برگزیت و صدمه به طاق نصرت پاریس به خاطر مشکلات معیشتی، جنگ و بحران‌های آب و هوایی ناشی از گرم شدن زمین و قحطی جان هزاران نفر را در سراسر جهان گرفت و بسیاری دیگر را تهدید کرد. امروز در این برنامه برخی از مهمترین اتفاقات را مرور می‌کنیم و می‌پرسیم در سال پیش رو هر کدام به کدام سو می‌روند و مهمتر در سایه همه این اتفاقات آیا جهان به سوی پوپولیسم و ناسیونالیسم بیشتر می‌چرخد، جایی که منافع گروهی و ملی به منافع بزرگتر و جهانی برتری می‌یابد. چهار میهمان از میهمانان معمول برنامه رو به این ویژه برنامه دعوت کردیم. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد، حبیب حسینی فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، و حسن منصور، استاد اقتصاد، به همراه کاملیا انتخابی فر، نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. خوش آمد میگم به هر چهار مهمان برنامه. اجازه بدید بحث رو خیلی ساده آغاز بکنیم. از هر کدوم از شما میپرسم که به نظر شما مهمترین اتفاق سال چه بود؟ در کمتر از یک دقیقه اگه بتونید بگید. خانم انتخابی فر. بله، خیلی متشکرم از دعوت بابت این برنامه ویژه. فکر میکنم که مهمترین اتفاق در سالی که گذشت رابطه عربستان سعودی و آمریکا بود که مورد توجه تمامی جهان قرار گرفت. همونطور که فرمودید مسئله کره شمالی و آمریکا بود، خطری که خطر یک جنگ هسته‌ای جهان رو تهدید می‌کرد، و ملاقات آقای ترامپ با رئیس جمهور کره شمالی که به نظر من نه فقط به درخواست آمریکا بلکه با واسطه‌گری کره جنوبی انجام گرفت، هوشمندی کره جنوبی رو نشون داد. و اگر که این گفتگوها بتونه ادامه پیدا بکنه، شاید خوشبینی بزرگی باشه که بخوایم بگیم کره شمالی و کره جنوبی یک روز با هم متحد خواهند شد، ولی خب احتمالش بعید هم نیست چندان. یه اتفاق خیلی بزرگی بود، البته شکننده هست هنوز این گفتگوها و آثارش، ولی میتونیم خوشبین باشیم. مسئله گفتگوهای یمن بعد از 3 سال آزگار، جنگ و خونریزی و قحطی و وبا مسئله مهمی بود. همونطور خواهش می‌کنم همه اتفاقات سال شما نگیرید، فقط یک بله خواهش میکنم. بعد در مورد روسیه هم خیلی مهم بود. ما داریم میبینیم که شامل شاهد ظهور و بروز یک قدرت بزرگ جهانی هستیم، که جهان از یک قطبی بودن ایالات متحده داره خارج میشه و روسیه میتونه که یک قدرت جدیدی باشه در صحنه بین الملل. صحیح. آقای منصور، حد میزنم مسائل اقتصادی با توجه به نظر شما. سلام، من فقط تیتر را عرض بکنم. ببینید، بزرگترین مسائلی که بر سر بشر امروز سنگینی میکنیم مسئله آب و هوایی است، مسئله سلاح های هسته‌ای است، مسئله انفجار تکنولوژیک و عمومی شدن اونه، مسئله ای که در 2007 آغاز شد و ظاهرا درمان شد، یعنی بحران اقتصادی غرب، ولی نحوه حل اون هنوز برای ما مسئله سازه. ادامه اون قضیه، پدیده آقای ترامپ، پدیده برگزیت، همه اینها مسائل بزرگ. در خاورمیانه هم حضور جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، قاطی شدن اینها در یمن و در جاهای دیگه با این جنگ نیابتی، اینا مسائل بزرگی است، امنیت بشر رو تهدید میکنه. خانم ایزا، من با تأکید بر ادامه بحران 2008 که به وجود آورنده وقایعی است که در فرانسه می‌بینیم، در آلمان می‌بینیم، رشد راست ناسیونالیست، و در بریتانیا بحران دولت در رابطه با برگزیت که به هیچ وجه نمی‌تونه راه خروج نداره، و جدایی مردم عادی از بخشی از الیت در سطح جامعه، و این الیت گسترده است. منظور من فقط صاحبان سرمایه های بزرگ نیست، بلکه شهروندان است که کارهای مرتب تری دارند و در نتیجه درآمد بهتری دارند، که جهانی تر فکر می کنند، در مقابل اون بخشی که در اروپا حداقل می بینیم داره ناسیونالیسم رو راه حل بکنه. این مسئله از اون موضوعات جالبی هست که حتما در طول برنامه بهش خواهیم پرداخت. آقای حسینی فر، خب
دوستان اشاره کردن، ولی واقعیتش اینه که توی این خصوص بعد از سقوط شوروی، اینکه بنیان این جهان به هم خورده یک طرف، یعنی بسیار چیزا شناور شده در کنار مسئله مربوط به جهانی شدن، اینها دست به دست هم داده، خودشو در بحران‌های مالی نشون داده، بحران 2007، مسئله اقلیمی، مسئله امنیت. ولی اون چیزی که مشخصا در سال 2017 ما شاهدش بودیم، خب مشخصا سیاست دولت ترامپ، نه صرفا در مورد مسائل اقلیمی، نه در مورد خروج از برجام. یک چیزی که خب شاید تو ایران کمتر بهش توجه شد اینه که آمریکا داره میره که از INF خارج بشه، یعنی یکی از قراردادهای بزرگ تسلیحاتی که ظرف این سالها امنیت جهان رو تولیدی، اینکه حالا بعدش میشه صحبت که سال 2021 چه اتفاقی خواهد افتاد. این مسائل به علاوه اینه که در پوپولیسم و ناسیونالیسم که دوستان اشاره کردن، دیگه محدود به اروپا و غرب نمونده. ما در برزیل با یک مثلا وضعیت بسیار خطرناکی روبرویم، احتمالاً در باز خود فرضون کشوری خاورمیانه هم، اینکه امروز تو ایران هم صحبتی که دوباره احمدی نژادی بیاد سر کار، لزوماً به این روندا ارتباط وثیق نداره، ولی بی ارتباط نیست. همه اینا رو بذاریم کنار هم، سال بسیار به اصطلاح خطرناک و بسیار پرتحولی بود، ضمن اینکه آینده شاید یه مقدار وضعیت خطرناک‌تر هم بشه. اگه بخوایم فهرستوار نگاه بکنیم به همون چیزایی که صحبتش شد، من می‌خوام نظر شما رو هم در مورد این اشاره‌ای که خانم انتخابی فرق کردن بپرسم. جنگ هسته‌ای در شبه جزیره کره یا فراتر از اون واقعا چقدر محتمل بود؟ چون خیلی ها میگفتن این دست دادن، این قرارداد یک صفحه‌ای، گرچه به جایی نرسیده، دست کم سایه اون جنگ رو دور کرده. و چقدر الان واقعا سایه اون جنگ دور شده؟ جنگ توی کره هیچ وقت مثلا محتمل نبوده. در نظر بگیریم که به خصوص کره جنوبی، به خصوص چین، کشورهای منطقه اصولا سپر بسیار محکمی هستند که بخواد یک همچین جنگی را بگیره. شما در نظر بگیرید که اگر به لحاظ اتمی هم کره شمالی نتونه مقابله بکنه با آمریکا، سئول در تیررس مثلا موشک‌های کره شمالی، شهر 13 میلیونی رو راحت میشه امنیتش رو به خطر بندازه. اینه که بیشتر شاخشونه کشی در عرصه بین‌المللی بود برای گرفتن امتیاز و این امتیازها هنوز محقق نشده. کره شمالی خواسته معینی داره و این برنامه موشکی و برنامه اتمیش هم ما می‌بینیم از دست نداده، هم قول و قرارایی، چون بهش نه قرارداد عدم تجاوز امضا شده، نه راجب تحریم ها هنوز صحبتی هست. میبینیم که برنامه موشکی همچنان به قوت خودش باقیه، حداقل اینو که فعلا فریزش کردن، و برنامه اتمی. بخاطر همین هم به نظر میومد که دولت ترامپ نیاز داشت که یه مقدار چیز تبلیغاتی بده، بگه که من به یه دستاوردی رسیدم. الان تو خود آمریکا هم بحثه که این دستاوردی نبوده، و کره شمالی هم خب ظرف این روزا که هفته گذشته دیدیم که دوباره تهدید کرد که من میتونم ادامه بدم. و همه این دلایل میشه گفت که این شاید آنچنان اهمیتی نداشت، فقط جنبه نمادین داشت این تحولی که نمیتونیم به این قضیه آمریکا و کره شمالی اشاره بکنیم و به قضیه خروج آقای ترامپ از برجام به عنوان یک قراردادی که به هر حال سالها روش کار شده بود و در جزئیات وارد شده بود و بعد آقای ترامپ با یک امضا اون رو نادیده گرفت. آقای منصور، به نظر شما این، میدونم که به هر حال در برای ایران بسیار مهم هست این اتفاق، اما در مبادلات بین المللی بین آمریکا و اروپا چه تأثیری گذاشت به نظر شما؟ ببینید، اول باید به وضعیت حقوقی این قرارداد نگاه بکنیم که قرارداد نبود. در نتیجه آمریکا به لحاظ حقوقی مجاز بود بره بیرون. این یک طرف قضیه، یعنی قرارداد محکم نبود، در استاتوی مثلا تریتی پیمان نبود، حتی قرارداد بین دولت هم نبود، یه موافقت پرزیدنسیل بود، در نتیجه دولت میتونست بره بیرون. این نشون میده که این موافقت خودش محکم نبود. ولی بیرون رفتن آمریکا خب به اعتبار آمریکا در نزد اروپایی ها لطمه میزنه، همکاری اروپایی ها رو به هم میزنه با آمریکا تا حدود زیادی. ولی تا کجا؟ اروپایی ها به لحاظ استراتژیک وابسته آمریکا هستند، به لحاظ اقتصادی زیر تأثیر نیرومند آمریکا هستند، به لحاظ نظام پولی اسیر نظام دلاری آمریکا هستند. در نتیجه بسیار از نهادهای بین المللی نظیر سویفت اینا عملا تحت وزن سنگین آمریکا قرار دارند. به این ترتیب مخالفت اروپا با آمریکا خیلی معنیدار نمتلقی بشه.
شما به همین مسئله نظام ویژه کوروپا میخواد برای معامله با یورو با ایران درست کنه نگاه کنید که بعد از این همه کش و قوس دادن به نتیجه مشخص نرسیده. تازه اگر هم برسه فقط اهمیت حاشیه‌ای داره، در متن نظام پولی موثر نخواهد شد. به این ترتیب رابطه آمریکا و اروپا یک رابطه استراتژیکه علارغم تمام کش و قوس. من قبل از اینکه اینو ادامه بدیم میخوام ازتون در مورد همین بپرسم. بسیاری معتقد بودن که این راهکاری که در واقع اروپا داره به ایران پیشنهاد میده در مقابل تحریم‌های آمریکا فراتر از فقط بحث ایران هست. به این برمیگرده که شما در واقع اروپا به خاطر اینکه به شدت تحت تاثیر آمریکا هست به لحاظ اقتصادی یا سعی داره از زیر یوغ آمریکا خارج بشه دنبال یک راهکار هست و این یه بخشی از اون راهکاره، بخشی از یه تصویر بزرگتره. شما چه نظری دارید؟ نه ببینید، این مسئله در 1944 به بعد، یعنی بعد از تاسیس نظام برتن وودز در دنیا مطرحه. وقتی نظام پولی آمریکا به همراه پوند شد پول جهانی، آمریکا در اینجا هم تعهد سنگینی به عهده گرفت که مزایایی داره و هم ایرادهایی داره. ایرادهای این سردمدار بودن آمریکا در این زمینه این بود که آمریکا استقلال پولی، سیاست پولی خودش از دست میداد. منافعی هم داره، نمیشه وارد جزئیات شد. در طی این دوران 60-70 سال آمریکا بارها پیشنهاد کرده به اروپا و ژاپن که پا در میون بذارید و شریک این نظام پولی بشید. اینا نتونستن. در همون قرارداد برتن وودز میدونید پوند همردیف دلار بود، ولی بریتانیا نمیتونست این بار حمل کنه، برای اینکه لازمه این که پول شما جهانی بشه باید پشتوانه اقتصاد ملی رو داشته باشید که بریتانیا نداشت. در نتیجه عملا این امکان در اختیار آمریکا قرار گرفت. به این ترتیب اروپا چطور؟ آیا اروپا به عنوان یک مارک در واقع بازار اروپایی و یورو اروپا همچنین امکانی؟ ملاحظه بفرمایید، امروز فقط نظر مختصری به نظام پولی جهانی بندازید. 65% ذخایر جهانی به دلاره. 50% تسویه حساب‌های بین‌المللی کالایی به دلاره. یورو بعد از تمام این سال‌ها تونسته حدود 20% رو بگیره. خانم میزر، من میخوام شما رو بفهم. اقتصادی کاملا درسته، ولی از نظر سیاسی من فکر می‌کنم 2018 تغییر و تحولاتی داشت، چون ما شاهد خروج یا کوشش امریکا برای خروج از ناتو هم هستیم و برکسیت که آلمان و فرانسه رو به هم نزدیک کرده. از نظر سیاسی اروپا برای اولین بار داره فکر میکنه که آیا راه حل‌هایی جدا از ایالات متحده هست یا نه، و این تا حدی برمیگرده به نگرانی ایالات متحده، نه برای الان بلکه برای اینکه در دهه‌های آینده آیا قدرت هژمون اقتصادی باقی خواهد موند یا اتحادی از چین و اروپا خطری هست. من فکر کنم این مال قرن آینده است، ولی همینی که ما شاهد این بحث ها هستیم نشانه یک شروعیه. این که اشاره کردید جالب هست، با توجه به اینکه بسیاری از کشورها به نظر میاد که میخوان اون خطهایی که قبلا داشتن رو بشکنن و وارد یک فضاهای جدیدی بشن. مثلا نزدیکی بیش از اندازه دولت آقای ترامپ به دولت عربستان و به نوع اسرائیل، یعنی تلاشی برای اینکه اون هزینه هایی که ظاهرا قبلا از جاهای دیگه میتونست به دست بیاره و صرف جویی میکرد رو حالا مثلا با فروش اسلحه به عربستان به دست بیاره. چقدر واقعا میتونن روی بازار عربستان، بازار سلاح عربستان برای طولانی مدت حساب بکنن؟ خب ببینید، به نظر من خانم قاضی‌زاده، رابطه آمریکا و عربستان سعودی فقط به خاطر فروش اسلحه یا خرید نفت توسط آمریکا نیست، خیلی پیچیده تر از این هست. و ایالات متحده نه تنها یک شریک استراتژیک در منطقه داره که عربستان سعودی منصوب میشه و اون سپر دفاعی در مقابل ایران رو سعودی براشون ایجاد کرده، به دلیل ساده چون جمهوری اسلامی سیاست ضد آمریکایی داره و منافع آمریکا رو در منطقه تهدید میکنه و همینطور منافع شرکای آمریکا رو. اما عربستان سعودی سرمایه گذاری های خیلی کلان داره در آمریکا. 900 میلیارد دلار سرمایه گذاری سعودی هست در آمریکا که این باعث میشه راحتی آمریکا نتونه به خاطر مسائل حقوق بشر یا اختلافات سیاسی که در منطقه پیش میاد بخواد با عربستان سعودی ارتباطش رو قطع بکنه. وزارت خزانه داری آمریکا در یک گزارش اعلام کرده بود که در هر سال تقریبا حجم مبادلات تجاری بین سعودی و آمریکا 56 میلیارد دلار هست. رقم خیلی بزرگیه. در آمریکا در بعضی از شرکت های نفتی و پتروشیمی سعودی سرمایه گذاری کرده. آرامکو یکی از سرمایه گذاران هست در بخش پتروشیمی آمریکا. همه
اینا باعث میشه که بگیم سعودی به حدی روابط اقتصادی و سیاسی در هم تنیده با ایالات متحده داره که برای آمریکا آسان نیست که بخواد از اون صرف نظر بکنه. نمونه خوبش نه فقط در دوره آقای ترامپ، در دوره آقای اوباما ما قانون جاستا رو داشتیم که توسط کنگره تصویب شد که می‌خواستن دارایی‌های سعودی ها رو به نفع قربانیان 11 سپتامبر مصادره بکنن، ولی آقای اوباما نتونست امضا بکنه و اونو تبدیل به قانون بکنه. تهدید بیرون کشیدن سرمایه سعودی باعث شد که ایالات متحده بخواد دوباره راجع به این موضوع فکر بکنه. در بحث اسرائیل هم همونطور که فرمودید اشاره کردید، مسئله امنیت اسرائیل برای آمریکا همیشه مهم بوده و هست. در حال حاضر منطقه از اون جو ضد اسرائیلی تا یه اندازه خارج شده و ایران تبدیل به اون هدف اصلی و تهدید اصلی برای کشورهای منطقه شده. چرا؟ چون ایران نه فقط اسرائیل ستیز هست، موج عرب ستیزی هم در ایران شکل گرفته متاسفانه. ما میبینیم که مثلا آقای روحانی به صراحت میگن که اگه ایران نتونه نفت بفروشه هیچ کس از خلیج فارس نمیتونه نفت صادر بکنه. این تهدید منافع همسایه های عرب هست، به همین خاطر اونا الان اسرائیل رو دیگه تهدید اول نمیبینن. فکر میکنن چقدر این رو میشه 100% گفت با توجه به مثلا همین اتفاقات اخیر، همین نزدیک شدن قطر به تهران، چقدر واقعا اینها یعنی منظورم این هست آیا واقعا به طور مشخص میشه گفت که اینها خطهای روشن داره، کشورهای عرب یک سو، ایران یک سو، یا نه خیلی پیچیده تر؟ نه خط روشنی نداریم. به این دلیل که درسته که کشورهای عربی دارن به اسرائیل نزدیک میشن، رابطه تجاریشون رو دارن بهتر میکنن، اما در مورد مسئله فلسطین به وضوح میشه بگین که به هیچ وجه هیچ کدوم از کشورهای عربی حاضر نیستن از اینکه اسرائیل باید به مرزهای 1967 برگرده و مسئله مهاجرین حل و فصل بشه چشم‌پوشی بکنن. این یک مسئله عرب اسرائیلی هستش که به منافع تجاری و سیاسی دولت‌ها ارتباطی نداره. در این به خاطر همین هم داریم می‌بینیم که هنوز طرح ملک عبدالله رو میگن همون طرح جامع و کاملی هست که عربا می‌خوان به عنوان یک نقشه راه مطرح بکنن برای آقای ترامپ. اما در مورد قطر خورده پیچیده‌تر هست. قطر یک کشور کوچکی هست که بیشتر مثل یک دلال سیاسی داره رفتار می‌کنه. در چند سال گذشته دیدیم که برای مثال الان در مورد طالبان دفتر سیاسی طالبان در قطر فعال هست. قطر بخشی از گفتگوهاست. قطر معاملات تسلیحاتی زیاد رو در منطقه انجام داده و الان هم برای قطر نزدیک شدن به ایران تاکتیکیه. چرا؟ چون با سعودی مشکل پیدا کرده، اما هم نظر و هم فکر نیستن قطر و ایران در دراز مدت. ایران منافع اقتصادی خود رو در حال حاضر داره تامین میکنه، مشغول فروش هست خشک بار مواد غذایی به قطر و قطر هم میتونه که بخش حمل و نقل ناوگان هوایی خودش رو از آسمان ایران بگذرونه. قطر مسئله خود رو با کشورهای همسایه حل میکنه، چه دور چه نزدیک. چرا؟ چون اون عرق عربی و اون ملیت عرب، اون ناسیونالیست عرب، اون چیزی که اول برنامه اشاره کردی به عنوان عوامگرایی، خیلی قوی تر از این هستش که قطر بخواد به ایران و یک کشوری که فارس هست خودش رو در دراز مدت نزدیک ببینه. شما آقای حسینی فر نظری ندارید در این زمینه؟ چون ببینید من قبلا راجع به این جریان اروپا و اصلا برجام و مسائل مربوط به پول واحد و رقابت با دلار این نکته رو بگم. واقعیتش اینه که خب خیلی تلاش میکنن که چین یا اروپا یا خودشون رو بکشن بالا، از دلار رهایی پیدا بکنن، ولی اینو نمیشه با دستور و بخشنامه حل کرد. امروز همین هفته گذشته آقای یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفته که شما شروع کنید به بخشی از تبادلات انرژی، خرید و فروش انرژی رو با یورو انجام بدید. بخشیشو. و خب ما می‌بینیم این تمام تلاشی که کردن ظرف این مدت، همچنان شرکت‌های اروپایی دارن میان بیرون از ایران. یعنی کسی توجه نمی‌کنه که یک همچین مکانیزمایی به جریان افتاده. چرا؟ چون یورو اصولاً یه ارزیه که آنچنان اعتماد برانگیز نبوده. ما قبل از 2007 27% ذخایر دنیا بهش بود مثلا یورو بودن، الان شده 20% دوباره. توی ارز چین فقط 2% مثلا یوان ذخایر دنیا به یوان هستش. به همین خاطر تا مادامی که ما این توی اروپا چیزی به نام یک وزیر اقتصاد واحد نداشته باشیم، بودجه واحد نداشته باشیم، یورو آسیب پذیره، بیش از اونها آسیب پذیره که بخواد بتونه قد بکنه، علم بکنه. یعنی دولت باید وجود داشته باشه پشت یه دولت واحد، در حالی که در مورد چین خیلی دولت پشتشه. یعنی زیادی دولت همه تو همه جا دست داره، بانک آزاد نداره، سیستم بانکیش خیلی بسته است. اینه که اصولا اینا قدرت رقابت ندارن. علاوه خب دلار جا افتاده، 100 سال مردم دارن باش کار میکنن. این شما بهتون موقعی که یک کسی اصلی میخواد بفرسته با ورد میفرسته، نمیره سراغ آلترناتیوهای دیگه که نمیدونه شما ورد دارید ندارید. با دلار هم همینجوریه. این توی این مسئله زمینی که به لحاظ نظامی هم مثلا فرض کنید میخوان برن اروپا یا ارتش واحد به وجود بیارن، همین دیروز
مرکز مطالعات استراتژیک لندن با کمک یک انجمنی هست تو آلمان، انجمن مطالعات خارجی، یک گزارشی دادن بیرون به سفارش خود اتحادیه اروپا که ما به لحاظ نظامی ظرفیت‌های اروپا چه خواهد بود، چقدر میتونه ارتش واحد ایجاد بکنه. همون صحبتی که آقای مکرون مطرح کرده بود، به شدت آقای ترامپش برخورد. دقیقاً. و خانم مرکل هم ازش استقبال کرد و ارتش واحد را بنویسید. تمام حرف این دو تا مؤسسه اینه که شما این ارتش واحدی رو که از 20 سال پیش قرار بوده با 60,000 نیرو ایجاد بشه و در ظرف 60 روز آماده حمله باشه، آماده عملیات باشه، حد اکثرش میتونه که بره و در مثلا مناطق خاورمیانه کمک‌های امدادی بکنه. نه ظرفیت نظامی آنچنانی دارید با توجه به اینکه 27 کشوری منافع مختلف، اینکه بیشین تصمیم بگیرید حالا ما راجع این مورد بحران چجوری عمل بکنیم، بریم داخلش، کی کدوم طرف وایساده. اینه که این مجموعه میشه گفت یه قول اقتصادیه که تو عرصه سیاسی و نظامی کوتوله است و توی همچین وضعیتی نمیشه ازش انتظار داشت. ایران یا کشورهای دیگه هم بخوان زیادی روی این حساب بکنن، رو مورد چین هم همچنین. چین حالا میشه بعدن صحبت کرد که همین روزا که 40مین سالگرد به اصطلاح اون پولونوم معروف از به کمونیست چینه که از خاک بلند شده این کشور، ولی همچنان کجا عقب موندگی داره که نمیشه روش تو دنیا حساب کرده. چرا آمریکا یا همچنان برای سالها عرصه رو به دست خواهند داشت؟ راجع به مسئله خاورمیانه واقعیتش اینه که زمان به نفع عربستان عمل نمیکنه. یعنی عربستان درسته که این سرمایه ها رو داره، این میتونه قدرت مانور داره. در نظر بگیریم که توی آمریکا شما نمیتونید اصلا تصور بکنید که یک همچین قطعنامه‌ای که علیه عربستان تنظیم شد و راحت انگشت متوجه آقای بن سلمان کردن توی سنا. ولی از چقدر از حرف فراتر میره؟ خانم انتخابی فر اشاره کردن، مسئله اینه که مثلا صدام مورد خاشقچی خیلی بیانیه های تندی ساده شد. خیلی از کسانی که قرار بود برن به اون کنفرانس خیلی معروفی که محمد بن سلمان قصد داشت برای جلب سرمایه گذاری برگزار بکنه، سفرشون رو لغو کردن، گفتن نمیرن. ولی فراتر از اینها چه اقدام عملی واقعا میشه دید از طرف آمریکا؟ نه، اقدام عملی رو من زیاد روش تاکید ندارم. همین اقدام نمادین، شما سال هاست که دولت آمریکا و سنا ازشون الزام میره آقا کلمه بگید راجع به مثلا این که اسرائیل شریک سازی نکنه. شما دولت اوباما برای اولین بار در تاریخ آمریکا سال آخر حکومت دولتش اومد و به نوعی به یک بیانیه یا در شورای امنیت بهش رأی ممتنع داد. فکر نمی‌کنید اسرائیل و عربستان در این زمینه متفاوت هستن؟ اسرائیل همونطور که اشاره شد یه کشوری هست که آمریکا همیشه انگار خودش رو متحد میدونه به حفظ امنیتش، حفظ ثباتش، ولی عربستان کشوری هست که آمریکا باهاش بیزنس میکنه، آمریکا باهاش روابط تجاری داره. خیلی دولت ترامپ خیلی نقش محوری در این زمینه. دولت اوباما که سر کار بود به رغم همه این ارتباطات عربستان با آمریکا حاضر نشد در مورد برجام به ساز عربستان برخصه. نهایتا گفت که دعوتشون کرد رهبر عربو بیاد اینجا تو کمپ دیوید بشینیم و من میتونم یک سری امتیازات در عرصه‌های نظامی امنیتی به شما بدم، ولی من منافع خاص خودم رو دارم و میرم برجامو امضا میکنم. خب دیدیم که چه موضع سختی هم عربستان و اسرائیل گرفته بودن. به نظرم میاد که دولت ترامپ هم به لحاظ این محلوی اشتغالی که از طریق تسلیحات و اینا در آمریکا ایجاد شده، هم به لحاظ نیازی که به عربستان داره تو این سیاست تهاجمی که علیه ایران داره پیش میبره، و هم در چارچوب طرحی که طرح قرن ازش عنوان یاد میشه به اون و که برای منطقه فلسطینی داره و حل مسئله اسرائیل، خیلی به عربستان نیاز داره. به این دلایل میبینیم که و خب رابطه خاص هم هست، یعنی رابطه خاص آقای کوشنر و داماد آقای ترامپ و آقای بن سلمان که حتی بعد از اینکه قاشقچی این جریان پیش میاد بلند میشه تلفن میزنه بهش مشورت میده که چجوری عمل بکن که زیاد مسئله خراب نشه. همه اینا رو که بذاریم کنار هم میبینیم که نقش دولت ترامپ خیلی مهمه. یعنی یک دولت دیگه بیاد سر کار، نه اینکه رابطه قطع میشه، اهمیت عربستان کلا منتفی میشه، ولی ما سابقه اوباما رو ما داشتیم در جریان دولت اوباما، اون سابقه رو میتونیم نگاه بکنیم که میتونه یه مقدار متفاوت بشه. اینی که چقدر ایران درست عمل بکنه تو این زمینه، ایران ظرفیت ها و پتانسیل هایی که داره که بتونه این بشکنه این وضعیت و این بنبست و نقش عربستان رو تضعیف بکنه، نقش اسرائیل تضعیف بکنه، متاسفانه
این بازی بد ایرانه که به این کشورهای همه اهمیت داره. در مورد برجام من فکر نمی کنم که دیدگاه آقای ترامپ با آقای اوباما تفاوت عمده داشته باشه. چرا؟ به این دلیل که ایالات متحده هدف اصلیش مهار برنامه هسته‌ای ایران بود که به خوبی و با مهارت و ظرافت توسط آقای اوباما انجام گرفت. امروز دولت ایران یه دولت پاسخگو شده که قبل از اون ایران پاسخگو نبود. وارد گفتگوهایی شد که سرانجام به توافق هسته‌ای رسید و امروز برنامه هسته‌ای ایران چنان مهار شده که ایران دو شرط بیشتر در پیش روش نیست. یا باید برنامه رو دوباره از سر بگیره، مخارج زیادی رو داره، بسیاری از این سانترفیوژها رو از کار انداختن، راکتور هسته‌ای در عراق رو کاملا توش بتون ریختن از بین بردن و ایران رو در مقابله و رویارویی با غرب قرار میده اگه از برجام بیاد بیرون. گزینه بعدی الان برای ایران به نظر من همون چیزی است که آقای اوباما داشت تعقیب می‌کرد و اون مهار ایران در منطقه بود، برنامه موشکی ایران بود و دخالت ایران در منطقه بود که این هست در ادامه همون ترامپ مشغول پیش بردن همین سیاست هست. بنابراین من نمیبینم که ایالات متحده حتی اگر رئیس جمهور بعدی هم بخواد سر کار بیاد بخواد سیاستی رو مجزا از اون چیزی که امروز داره اتفاق میفته رو پیش بگیره. من فکر میکنم تفاوت اینه که آقای ترامپ دور و برش کسایی هستند که مصرند بر تغییر رژیم از بالا در ایران و گاهی اینها رو وزارت خارجه کنترل میکنه، بعضی وقتا کنترل نمیکنه، ولی واضحه که برخی از سیاست های آقای ترامپ رو به این جهته. تفاوتی که پیش آمده دو چیزه، یکیش به نظر من انتخابات میان دوره ایالات متحده تاثیر میذاره، اگرچه سنا رو نبرد ولی همون سنایست که همونطور که اشاره شد رأی کامل داد بدون رأی منفی در رابطه با محکوم کردن بن سلمان، ولی از ژانویه ما با سنای با کنگره دیگه‌ای روبرو خواهیم بود، کنگره‌ای که 33 نفر حداقل تفاوت داره رأیی که پیدا خواهد شد اونجا. و در چنین موقعیتی به نظر میاد تحقیقات در رابطه با آقای ترامپ وارد یه مرحله جدیدی شده. من شخصا ناامید بودم از اینکه این تحقیقات هیچ موقع به جایی برسه. الان امیدوارید؟ الان امیدوارم که حداقل ما اطلاعات بیشتری به دست خواهیم آورد راجع به این قضیه. من فکر نمی کنم کسی علاقه داره به استیضاح آقای ترامپ، ولی من فکر می کنم بعد از ژانویه و بعد از تغییر کنگره آقای کوهن مدارکی که گفته باعث میشه که مولر وارد یه موقعیت جدیدی بشه برای ارائه برخی بحث‌ها. یه مسئله دیگه به نظر من اینه که درسته که باید به مسائل دیگه اشاره کرد، ولی جدا از این که شعار علیه امریکای ایران واقعا به نظر من شعار مسخره است، چون شما روابط اقتصادی دارید، نمیدونم روابط جهانی دارید غیره، یه شعاری میدید که مفهوم سیاسی نداره، ولی واقعیتش اینه که هیچ کشوری حق نداره به کشور دیگه بگه که شما چه اسلحه‌ای داشته باش چه نداشته باش. منظورتون برنامه موشکی؟ برنامه موشکی و این شامل هر کشوری میشه. این دخالت در این امور یک کشور دیگه است. مسئله اتمی مسئله‌ای بود که سازمان ملل پیش می‌برد و سازمان ملل این برنامه رو در سطح جهان داره یگانه پیش می‌بره. مسئله موشکی تفاوت واحشی داره و وارد مرحله دخالت در امور کشورهای دیگه میشه. به این دلیل که به نظر من ایالات متحده این رو پیش خواهد برد، مکرون و مرکل ممکن از این حمایت بکنن، ولی در سطح جهانی نمیتونه متحدان گسترده‌ای پیدا بکنه. اجازه من نکته ای رو من نظر بکنم. ببین نکته ای که کنم کاملیه اومد کردن مسئله بسیار مهمیه. شما اگه استراتژی آمریکا رو خل سلاح اتمی ایران در نظر بگیرید، این در واقع در دو مرحله انجام گرفت. آقای اوباما این کارو کرد، موند باقی رو آقای ترامپ به عهده گرفت. ایران راه برگشت در این قضیه نداره، یعنی ایران نمیتونه آنچه که شده این رو به صورت ناشده در بیاره. این انجام گرفته است. نکته دوم در مورد بیانات خانم میزر از بکنم که مسئله آمریکا، مسئله آمریکا قطعا در این سال جدید وارد فاز تازه‌ای خواهد شد و مشکلات جدیدی با آقای ترامپ پیش میاد، ولی آقای ترامپ الان دنبال یک تغییر تجدید سازمان برای خودشه، برای اینکه وارد مرحله تهاجمی بشه درباره مسائلی که
براش رو خواهد کرد. در نتیجه مسئله استیضاحش به صورت جدی‌تر مطرح خواهد شد و او هم با وضعیتی که داره با وارد ماجراجویی‌هایی ممکنه بشود که خطرناک. من در واقع وجود آقای ترامپ رو یه تهدید برای جهان می‌بینم. اگر اون چک اند بالانسی که در آمریکا وجود داره وجود نمی داشت، تا کنون حوادث بسیار بزرگی درست شده بود. بله. یعنی من میخوام حالا بحث‌های امنیتی رو حتما ادامه بدیم. ولی مثلا حالا بریم روی قراردادهایی که آقای ترامپ بدون توجه، یکیش همین برجام بود که صحبتش کردیم، قراردادهای الان با چین وارد یک جنگ تجاری شده، با اروپا وارد یک جنگ تجاری شد. ممکن شما یه مقدار برای ما و بینندگانمون باز بکنید که معنیش چی هست وقتی که آمریکا میگه ما مثلا گمرک رو برای اقلام چینی بالا میبریم، تاثیرش رو زندگی بقیه ماها، بقیه جاهای دنیا چه خواهد بود؟ ببینید، یه نکته رو از نظر سابقه عرض کنم. از 1944 به بعد و بعد از تغییر گت، نظام تجارت جهانی، سهم تجارت جهانی چندین و چندین برابر شد. این به برکت وجود دلار جهانی بوده که ماجرای بسیار بغرنجی است و منطقه که دوستان اشاره کردن به این سادگی قابل جاگزینی نیست. وانگهی اشاره شد به اینکه اینا میخوان خودشونو از شر دلار راحت کنن. دلار فقط شر نبوده، دلار منافع بسیار بزرگی برای تمام بشریت داشته و میلیاردها انسان را از زیر خط فقر بالا آورده. این قضیه ادامه داره. به دنبال این مسائل افزایش تجارت در جهان، عملا تقریبا به صفر رسوندن تعرفه ها بوده. شما میدونید وقتی تعرفه اضافه میشه، قیمت کالای وارد شده و صادر شده اضافه میشه و این به ضرر مصرف کننده است. این حجم تجارت جهانی رو منقبض میکنه. وقتی اینا حذف میشه یا کاهش پیدا میکنه، تجارت بالا میگیره، در نتیجه اشتغال بالا میگیره، در نتیجه رفاه مردم بالا میره. با همین اقدامات که آقای ترامپ کرده، به نظر من اینا منافع کوتاه مدت برای یه دولت میتونه داشته باشه، ولی دولت ترامپ دولتی است که همه چیز رو از دیدگاه انتخاب مجدد نگاه میکنه، نه از نظرگاه منافع استراتژیک خود آمریکا. درست. همین آخرین آمار نشون میده که مردم آمریکا ماهانه 6 میلیارد دلار ضرر میدن پای همین تعرفه‌هایی که تاکنون وضع شده. تجارت کمتر شده. آمریکا حدود 300 هزار شغل رو تاکنون از دست داده. جالب است این اشاراتی که شما می‌کنید با توجه به اینکه آقای ترامپ دائما داره در مورد ایجاد شغل بیشتر در دوره خودش و اینکه وضعیت اقتصادی آمریکا خیلی خوب شده صحبت می‌کنه. درسته. ببینید، آقای ترامپ بر اسبی سوار شد که در دوره آقای اوباما زین شده بود. بله. به نظر من که در جاهای دیگه نگفتم، حدود 90% دستاوردهای آقای ترامپ دستاوردهای دولت پیش از اونه. منتها خود ترامپ کارایی کرده که جزء برنامه محافظه‌کاران بوده. مثلا کاهش مالیات برای سرمایه گذاران سبب شده سرمایه گذاری بیشتر انجام بدن، حتی سرمایه های خارجی متوجه آمریکا بشه. نه. بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا صدها میلیارد دلار سرمایه کشورهای دیگر رو به آمریکا جذب کرده. بورس بالا گرفته. در نتیجه اینا شکوفایی هست که در آمریکا انجام گرفته. منتها ادامه جنگ تعرفه به شدت هم به زیان آمریکاست، هم به زیان چینه و هم به زیان تمام بشریت. در مورد اروپا از این حیث صحبت بکنیم، با توجه به اینکه مثلا یکی از مواردی که در برگزیت اون موقع اون کسایی که علاقمند به خروج از اروپا بودن خیلی روش بحث میکردن که آقا ما اینا رو ول میکنیم، اروپایی‌ها که انقدر با یورو مشکل دارن، اینا میریم سراغ آمریکا که خب قابل اعتماد تره. اتفاق نیفتاد دست کم تا به حال. چرا فکر میکنید؟ سخته. اولا خرج حمل و نقل به ایالات متحده غیر ممکن میکنه که اون رابطه رو که شما با کشوری دارید که یک ساعت با زمینی میتونید بهش انتقال پیدا کنید تا اینکه اقیانوس اطلس رو باید تکنید. یه مسئله دیگه اینه که این تعاریف بحث اقتصادی، دعوای چین و امریکا بر اروپا داره، بر انگلیس داره تأثیر میگذاره. هفته پیش شرکت جاگوار لند روور مطرح کرد که امکان داره در سال نو 5000 کارگر رو بیکار کنه. تولید فروش نداره. چرا فروش نداره؟ یکی از جاهایی که فروش نداره چینه، چون وقتی چین دچار بحران اقتصادی میشه، اروپا ممکنه و خود ایالات متحده. اقتصاد جهانی الان به هم انقدر
وابسته است، به هم همبسته است که شما نمیتونید یک جاش رو زخمی کنید جاهای دیگه احتیاج به پانسمان نداشته باشه. و مشکلی که هست اینه که برای بریتانیا این توهمی است که ما با انگلیسی زبانها کانادا، ایالات متحده و استرالیا که از اونام دورتره وارد روابط اقتصادی جدید میشیم. همه اینها فعلا روابط اقتصادیشون با اتحادیه اروپا است. من کلا میترسم الان به این بحث برگزیت حتی نزدیک بشیم، چون یک در واقع بحث 70 خرمن هست که واقعا نمیشه اصلا هیچ جوری جمعش کرد. ولی اگه شما بخواید به ما یک در واقع نگاهی بدید برای سال آینده در مورد برگزیت، به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ با توجه به اینکه حل بیشتر نیست، یا اینه که ما به این اون چیزی که بهش میگن کریف هنگر که اومدیم روی تپه وایسادیم و خودمون رو پرتاب داریم میکنیم با خیلی تصویر جذابی البته و وضع اقتصادی خیلی بد برای بریتانیا، یا نوعی برگزیت خواهیم داشت که عملا در حرف اصلا برگزیت نخواهد بود. حالا این چه از طریق رفراندوم دوم باشه، چه از طریق طرح آبکی شده تر طرح خانم می باشه، او عملا بریتانیا به نوعی در روابط گمرکی و اقتصادی اتحادیه اروپا باقی میمونه با اسم این که بگه خارج شدیم. بله. این تنها دو راهیه که وجود داره، سخت بگی احتمالش کدومه. بله. ولی سالی میلیون دلاری الان که دولت سایه، دولت مخفی نه دولت سایه، دولت به اصطلاح سیویل سرویس، سرمایه های بزرگ در بریتانیا به هر طریقی شده سعی خواهند کرد مانع از سقوط بشن. یه توضیح بدم در مورد این سیویل سرویس که گفتی، در واقع اون بخشی از کارمندان دولت و کسانی که کار دستشونه ولی اینها با تغییر اینکه چه حزبی حاکم هست تغییر نمی‌کنن و اونها هستن که شما میگید که حرف اصلی رو میزنن. وزیر اصلی در هر وزارتخانه در نهایت در بریتانیا وزیری است که از سیویل سرویس اومده، نه وزیر انتخابی. من خیلی دلم میخواد که این بحث خاورمیانه رو یه مقدار باز بهش بپردازیم، برای اینکه به منطقه‌ای هست که مخاطبان ما اغلب اونجا هستن و میخوان در موردش بیشتر بدونن. بحث عربستان رو صحبت کردیم، در مورد یمن آقای حسینی فرد یک قرارداد آتش بسی فعلا امضا شده، قرار بوده که این هفته اجرایی بشه، خیلی امیدواری نبود حداقل تا شبی که قرار بود شب اون آتش بس صورت بگیره تعداد تلفات حتی بالا رفت. فکر میکنید چقدر یمن آماده صلحه؟ دوره یه مقدار در دور دسته، به این معنا که این آتش بسی که امضا شده و اینکه حالا اجرا بشه یا نباید ببینیم توی شرایط خاصه، یعنی بحران و فاجعه انسانی به یه جایی رسیده که به خصوص در سایه این ماجرای خاشقچی جهان یه مقدار بیشتر روش چشش رو به اونجا متمرکز کرد و غرب هم به لحاظ اخلاقی با این مشکل روبرو شد که یک همچین حکومتی در عربستان که یک همچین وضعیتی در تو خاشقچی را میندازه آیا در مورد جنگ یمن برحق ما باید پشت یک همچین اقدامی باید بایستیم؟ در این حال تو عرصه میدانی هم خب ما میبینیم که پاتر اوزا، یعنی علی‌رغم تمام این که چهار ماه میخوان حدیده رو بگیرند با توجه به اینکه باید فاجعه انسانی را بندازی از بالا بزنی این حرفا، هم اون بر حوثی ها توان ندارن هم این بر نمیتونه جلو بره، اینا هم یه مقدار عمل میکنه. به علاوه اینه که خب هم اصطلاح یعنی هم وضعیت میدانی هم وضعیت سیاسی و اخلاقی، باید به اصطلاح غربی ها تلاش کردن که به یه جایی برسونن یا آتش بسی برقرار بشه. توی عرصه سیاسی ما هنوز چشم‌اندازی نمی‌بینیم، یعنی جنگ یمن زیر مجموعه بحران منطقه است. به این معنا که عربستان حالا ایران و تبلیغی که میکنن خیلی تو یمن درگیره به اون معنا اندازه نیست، ولی اندازه سوریه نیست، اندازه سوریه نیست، ولی تدریج اضافه شده به این حضورش. یعنی موقعی که خود سپاه میاد با مسئولاش صحبت میکنن که ما باید از این مخفی کاری دست برداریم و این حضورمون علنی بکنیم، یعنی اینکه بعدش نیومده ایران که حالا که حوثی ها اونجا دارن میان به طرفش پس اونجا هم بکنیم یه عرصه رقابت و درگیری با عربستان بتونیم اونجا هم ضربه بهش بزنیم. به نفع ایران هست. ببینید بحث این هستش که بسیاری انتقاد میکنن از ایران، میگن دست و پاشو تو منطقه زیاد دراز میکنه و این باعث میشه که تحت ضربه قرار میگیره. ولی از یه طرف دیگه اینو نمیشه از نظر دور داشت که به هر حال یک جوری هم ممکن هست باعث تقویت قدرت چانه‌زنی ایران بشه در بعضی از بحث‌ها. این هم گروهی از موافقان میگن. چقدر واقعا به نفع ایرانه این حضور منطقه‌ای به این شکل؟ چقدر به ضرر ایران عمل میکنه؟
هر کشوری باید در اطراف خودش حوزه نفوذ داشته باشه، حالا چه حوزه نفوذ فرهنگی تمدنی و در دوران معاصر هم اقتصادی. آلمان اصلا ارتشی نداره به اون معنا، قدرت نظامی نیست، ولی اروپا رو گرفته در چنگ خودش. یعنی اینجا آلمانه که داره حرف میزنه. در مورد ایران هم مشکل ایران اینه که این حضور و نفوذی که به هم زده، اول تو کشورهاییه که دچار بحران سیاسی هن. یعنی دولت متشکل منسجمی درشون نیست، به علاوه امنیتی و نظامی این حضور و خزینه هم بیشتر از اونی که سود داشته باشه خزینه داشته. نتونسته ایران ترجمهش بکنه این حضور رو به چیز اقتصادی. یعنی شما نگاه میکنید ایران هیچ سهمی در اقتصاد کم داره در اقتصاد سوریه و عراق، ترکان که اونجا دارن عمل میکنن. ایران رفته یک چند سال پیش مثلا کارخانه سمند رو در سوریه باز کرده. خب مایه یه شرمساریه که موقعی که آقای اسد میاد میره ماشین رو درش رو باز بکنه که بره سوار بشه کار نمیکنه، باید برن در رو با دست باز بکنن، که نشون میده که این لحاظ اقتصادی اصلا برنامه ندارن. تو خود حتی از اونجا بگذاریم تو آسیای میانه، یادتون میاد که سقوط کرد شوروی، ایران واقعا میپذیرفتن که بیاد اینجا مردم. الان شما یک دفتر تجاری خیلی قوی ندارید تو منطقه، تو منطقه قفقاز، منطقه چیز. چه سوء مدیریت هست یا دلایل دیگه؟ سوء مدیریت هست و اینی که فکر میکنن که به لحاظ امنیتی و نظامی این نفوذ رو سلبی تعریف میکنن. یعنی میگن که من زیر گوش اسرائیل نفوذ دارم. میدونید یعنی ایجابی نیست این چیز. و متاسفانه اینم هست که کافیه که معادلات سیاسی تو اون کشوری که شما حضور دارید به هم بخوره. یعنی همین الان فرض کنید دولت سوریه داره یواش یواش روابطش رو با کشور عربی عادی میکنه، امارات داره باز میکنه سفارتشو با بحرین، خیلی جرم گرفته عمان که میرفت و میومده، از اون بر با اسرائیلیا هم دارن بیش از پیش به اسدی پیام میدن که اگر میخوای دست از سرت برداریم و تو حکومت باشی و ثباتت هم داشته باشی باید مسئله ایران رو بذاری کنار. روسیه هم داره با کارت‌های مختلفی بازی میکنه اونجا که پاش بیفته میگه آقا جان باشه من راحت با سوریه میفروشم ایرانو. میخوام بگم که این حضور و نفوذی که داره حضور و نفوذ پایدار نیست رو مؤلفه هایی که امریکان هم سلبیه، به نظر میاد که به نوعی به کشور قوی مثل ترکیه در منطقه ایران خیلی جاها میبازه وقتی میخواد حضوری که از نوعی که شما تعریف کردید در آغاز داشته باشه. فکر میکنید من برام خیلی جالب هست در کل این بحث آقای خاشقچی و اتفاقی که برای افتاد جایگاه ترکیه، این بازی که ترکیه با این موضوع کرد به نظر من بازی جالبی است. فکر می‌کنید چرا ترکیه اینطوری وارد این ماجرا شد؟ از عربستان چی می‌خواست؟ از آمریکا چی می‌خواست؟ بله من میشه که یکم راجع به یمن بگم بعد بیام سر ترکیه. من فکر می‌کنم که الان واقعا مسئله بندر حدیده و این آتش بسی که فعلا برقرار شده بیشتر به خاطر مسائل انسانی هست، اما حتما فشار ایالات متحده هم بوده که سازمان ملل متحد تونسته اینقدر قوی وارد بشه و طرفین رو مجبور به انجام این آتش بس بکنه. حالا در مورد آینده هم تو که آقای حبیب فرد گفتن خب خیلی مشکله بگیم در چند ماه آینده چه اتفاقی میفته، اما چون عزم ایالات متحده این هست به خاطر مسائلی که فرمودین پیش اومده با عربستان سعودی و اینکه جامعه بین الملل میخواد که بحران در یمن تموم بشه، من بعید نمیدونم که اگر آتش بس به هم بخوره در چند ماه آینده سازمان ملل در شورای امنیت بخواد قطعنامه‌ای رو به تصویب برسونه که درست مثل افغانستان در سال 2001 نیروهای بین الملل بخوان وارد بشن برای واقعا قطع مخاصمات نظامی در منطقه. اگه وقت بود یکم بیشتر من راجع به یمن صحبت میکنم، اما در مورد ترکیه فرمودید. ببینید ترکیه و عربستان سعودی با هم دیگه درگیری‌های زیادی داشتن از گذشته، رقابت زیاد بوده بر سر اینکه چه کسی رهبری جهان اسلام رو داره. هم ایران هم سعودی و هم ترکیه امروز داعیه این رو دارن که رهبری میکنن جهان اسلام رو. ولی در مورد ترکیه و عربستان سعودی به طور اخص مسئله اخوانی‌ها خیلی مهم هست در اینجا، یعنی یک مسئله محوری رو بازی میکنه. ما دیدیم که ترکیه در کنار قطر ایستاد وقتی که بحران اتفاق افتاد، ترکیه از اخوانی‌های لیبی حمایت میکنه و براشون به صراحت اسلحه میفرسته. تمامی اخوانی‌هایی که به هر دلیلی از کشورهای عرب منطقه متواری هستند در ترکیه پناه گرفتن و اونجا یک منبعی شده برای حضور اخوانی‌هایی که مخالف عربستان سعودی هستند. اینها همه باعث شد که در سر بحران مسئله کشته شدن آقای قاشقچی ترکیه بخواد استفاده زیادی بکنه و بزرگنمایی بیش از اندازه راجع به این موضوع انجام بده. ما میدونیم که در ترکیه و یا
در ایران، وضع زندان‌ها چطور هست و با مخالفین چطوری برخورد میشه، امروز مسئله حقوق بشر و زندانیان سیاسی در ایران و ترکیه سبقت از چین گرفته و موضوع آقای جمال قاشقچی متأسفانه این دستاویز خوب رو به ترکیه داد که بخواد ازش استفاده بکنه، بخواد از غرب امتیازات رو بگیره و دیدیم که برای مثال اون کشیش آمریکایی آزاد شد تحت فشاری که ایالات متحده گذاشته بود، هنوز هم با این کارت داره بازی میکنه. ولی اگر بحران قطر به هر دلیلی بین عربستان و سعودی حل و فصل بشه که به نظر من آقای ترامپ قطعا در نظر داره که در ماه ژانویه سران کشورهای حاشیه خلیج فارس رو دعوت بکنه اونطور که خودشون گفتن به واشنگتن و این توقع داره که کمی از این بحران کم بشه، نشست بحران قطر و نزدیک شدن قطر به کشورهای حاشیه خلیج فارس و چنانچه که اخوانی ها از لیست تروریستی عربستان سعودی برداشته بشن، برای مثال اخوانی ها در یمن نیروی بزرگی هستن که هنوز از اینها استفاده نشده. چرا؟ چون نه سمت حوثی ها هستن نه سمت دولت مرکزی هستن، در فهرست سیاه عربستان سعودی قرار دارن. برداشته شدن اخوانی ها از فهرست سیاه که دیدیم یک مبادلاتی هم شد، امارات متحده عربی بعضی از سران اخوانی های یمنی رو دعوت کرده بود دو ماه گذشته به امارات، این باعث میشه که واقعا ترکیه بار دیگه در همون مقطعی قرار بگیره که در چند ماه گذشته بود و از اون تب و تاب و از اون شوکرانی که الان آقای اردوغان داره مشغول ساختن قصری هستن که بخوان اعتبار عثمانی ها رو دوباره تجدید بکنن در منطقه کاسته میشه. در مورد بحث مشکی خانم میزکن یه چیز کوچیک بگم که به یمن مرتبط هست، در اینکه ایران نباید باید سلاح دفاعی داشته باشه و بحث مشکی ایران یک بحث غیر قابل مذاکره هست، هیچ کس شکی نداره، اما بحث موشکی از اونجایی که نمیدونن این سلاحایی که ایران ساخته، موشکای بالستیک، در دست چه گروهایی قرار میگیره، ایران از دولت مرکزی حمایت نمیکنه، همونطور که شما و آقای حسینی فرفرمودین، از شبه نظامیانی حمایت میکنه که بر علیه دولت‌های مستقر در فعالیت هستن. این باعث شده که نگرانی‌ها اضافه بشه که آیا امروز از بالای لبنان چقدر موشکای ایرانی رو در دست داره که بخواد به اسرائیل حمله بکنه، یمن همینطور، آیا در عراق این موشک‌ها هستن یا نیستن. و موضوعی که خیلی مهم هست در سال آینده به نظر من یکی از مهمترین موضوعات قابل گفتگو از منظر امنیت خواهد بود، بحث امنیت اسرائیل در بخش مرزهای شمالی این کشور با لبنان هست. جسته و گریخته داریم میشنویم که حزب الله تونل‌های رو حفر کرده که روز گذشته سازمان ملل متحد اومد تایید کرد که نیروهای یونیفل مستقر در لبنان تایید کردن که به مرز آبی اسرائیل رسیده بوده، اون مرزی که طبق قطعنامه 17-1 سازمان ملل دو کشور باید که اون خطوط رو محترم میشمردن تا صلح بین لبنان و اسرائیل برگزار بشه. بعید نیستش که جمهوری اسلامی واقعا از این فرصت در سال آینده بخواد استفاده بکنه که یه بحران جدید رو این بار بین لبنان و اسرائیل و حتی میشه که پای سوریه هم دوباره کشیده بشه در منطقه به خاطر بحث موشک ها ایجاد بکنه. متاسفانه ما خیلی وقت زیادی نداریم، برای همین میخوام بحث رو ببرم روی یک موضوعی که به هر حال الان موضوع جهانی هست، خروج آمریکا از قرارداد پاریس برای بسیاری ناامید کننده بود. ظرف هفته‌های گذشته، هفته اخیر، یک نشستی دوباره لهستان برگزار شد، تا حدی امیدواری برگشت، اما هنوز هم به هر حال نگرانی‌ها عمده است. فکر می‌کنید که مشکل عمده برای کشورها چه هست که نمی‌تونن حرکت بکنن به سمت انرژی‌های پاک؟ من یه نمونه‌اش رو مثال می‌زنم، اون حرکت جلیقه زردها در فرانسه. آقای مکرون گفت که میخواد قیمت سوخت‌های فسیلی رو بالا ببره برای اینکه سرمایه‌گذاری بکنه در انرژی‌های پاک، دیدیم که نتیجه‌اش مجبور شد عقب‌گرد بکنه. آیا جامعه جهانی، مردم دنیا آماده هستند برای رفتن به اون سمت؟ ملاحظه بفرمایید، اول بدونید این مسئله واقعاً چیست. مسئله آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی مسائلی است ریشه داره، در چند ده سال گذشته مورد توجه قرار گرفته، در چندین دانشگاه کرسی اقتصاد محیط زیست تأسیس شده، آگاهی نسبت به قضیه زیاد شده، عرض کنم ابزار مالی نظیر باندهای آب و هوایی وارد بورس شده، تحولات زیادی انجام گرفته. توافقی که در کیوتو انجام گرفته انجام بعد به نتیجه نرسید و دیدارهای بعدی، آخرین موافقتنامه در پاریس این بود که دولت‌های ثروتمند در حدود 100 میلیارد دلار هر سال هزینه بپردازند برای اینکه موافقتنامه اجرا بشه.
لازمه این کار این بود که ترکیب انرژی مصرفی در صنایع در اون کشورها عوض بشه. نه، ولی دولت‌های پوپولیست نظیر آقای ترامپ روی صنایع زغال که سالها بود از رونق افتاده بود در برابر صنایع نفت و دیگر انرژی‌های جایگزین، دوباره اون رو دامن زد برای اینکه اشتغال در اونها زیاد، در نتیجه کسانی هم بهش رأی دادن. با این ترتیب این کشورها، شما فقط نگاه کنید به آمار واقعا موجود، سالانه میلیون‌ها، صدها میلیون تن گازهای سمی آزاد میشن و میرن به هوا و ترکیب آب و هوا رو دگرگون میکنن. من میخوام، چون ما اشاره بحث اون از آغاز این بود، من میخوام یه مقدار اگه خیلی کوتاه شما بگید آقای منصور، این بحث جهانی هست، زمین مال در واقع متعلق به همه این 7-8 میلیارد آدمی هست که روش هستن، و این که کشورها به سمت پوپولیسم و ناسیونالیسم پیش میرن چه تأثیر روی موضوعاتی از این دست خواهد داشت، به خصوص در مثلا یک دهه آینده؟ تا کنون ببین اثرش جدی بود. یعنی همین حرکت در آمریکا آقای ترامپ لطمه بسیار بزرگی، برای اینکه آمریکا و چین دو تولید کننده بزرگ گازهای سمی در جهان هستند. دو تولید کننده بزرگ جهانی هستند. بدون اینها موافقتنامه آب و هوایی معنای چندانی نداره. ولی به هر صورت این مسئله رو باید پرانتزی ترقی کرد، برای اینکه هیچ دولت مسئولی به ازای ترامپ روی این موزه پافشاری نخواهد کرد. قطعا روی تمام جهان، اون که اشاره فرمودید بسیار جدی است، برای ما یه دونه کره زمین داریم. مرزهاش هم مرزهای جغرافیایی نیست. آب و هوا وقتی فاصله میشه برای همه جهان فاصله میشه. در نتیجه اینجا به همکاری تمام ملت‌ها نیاز داریم. اینجا هست که مسئله گلوبال و سیاست‌گذاری گلوبال اهمیت حیاتی داره. و خانم میزر، من میخوام باز برگردم به اون بحث پوپولیسم و ناسیونالیسم. شما روی این زمینه ها تحقیق میکنید، به ما بگید که واقعا چقدر اون خطری که هی ازش صحبت میشه خطر جدی هست؟ مثلا ما ممکن هست ظرف 4-5 سال آینده این رو ببینیم، چون در بسیار از کشورها میبینیم بالا آمدن مثلا راستای افراطی رو، اما چقدر این واقعا اونطور که نگرانش هستن خطری جدی است؟ من فکر میکنم در مرحله 1930 که داراش باهاش مقایسه میکنیم هستیم. مشکل اینجاست که اوضاع اقتصادی جهانی هم متزلزله. اگرچه سودهای فراوانی هست، همه نشریه‌های اقتصادی، فاینانشال تایمز، وال استریت، عقیده دارن که حداقل باید تصحیحی در بازار صورت بگیره. حالا چون بگن اگر تصحیح نشه ممکنه بحران اقتصادی دیگه ای داشته باشیم. بحران اقتصادی متاسفانه این پوپولیسم رو تشدید خواهد کرد، چرا که دوباره مثل 2008 باعث فقر بسیار بخش‌های گسترده و ثروت‌های بزرگ برای محدودی خواهد شد. با این همه من فکر می‌کنم سرمایه‌داری جهانی، قدرت سیاسی اقتصادیش همچنان طوری است که در توانشه که با این پوپولیسم مبارزه کنه. نگرانی وقتی است که مثل 1930 بخشی از این سرمایه بزرگ منفعت و ادامه حیات خودش رو در همسویی با این قرار بده و اون وقت ما با غول‌های وحشتناکی روبرو خواهیم. آیا واسه این فرد بحث رو جمع‌بندی کنید؟ نه، من راجع به این جریان پاریس بگم. خب به هر صورت اینه که محیط زیست کم محدود شدن منابع، یعنی بخشی از امنیه و از مسائل چیزای امنیتی رو تشکیل خواهد داد. بسیاری از کشورها دارن میرن که مسئله آب، مسئله محیط زیست، مسئله آوارگی و جابجایی جمعیت که بعضن به خاطر همین محیط زیست داره صورت میگیره رو توی تئوری امنیت ملی خودشون تدوین بکنه. و ما سال آینده بیش از پیش تو خود ایران هم میبینیم حالا مسئله آب چقدر مثلا موزل پیدا شده به عنوان موزل. ولی از اون برم، خب اینی که نیروهای جهانی، یعنی شما تو همین کنفرانس پاریس، همین یکی از مدیران شل تو این کنفرانس لهستان یک سخنرانی میکرد، میگفت که ما بودیم که تونستیم بند 5 این پیمان پاریس رو جا بندازیم به این معنا که بتونیم تجارت بکنیم با کربن، با گاز کربونیک. یعنی اگر یک کشوری کمتر پخش و نشر داره ما بریم امتیاز رو بخریم، ما کشور صنعتی بیشتر بتونه چیز بکنه. و در این حال اینه که تونستیم جا بندازیم که تکنولوژی جذب دی اکسید کربن رو با عنوان یک عاملی که ما بله هرام که پخش میکنیم میتونیم جمعش هم بکنیم. این سر این تکنولوژی خب حرف و حدیث بسیار زیاده. ولی خود اینا اومدن اصلا کردن که ما توی کنفرانس ها با این لابی گریه که میکنیم چجوری منافع خودمون رو جا میندازیم. سازمان ملل البته میگه که چون نمیشه، همه طرف ها باید بیان و ما با همه طرف ها باید قرارداد امضا بشه که اجرایی جنبه اجرایی پیدا بکنه. از این جهتش میخوام بگم که
راجع به اینی که چقدر واقعا این قابل اجرا باشه، چقدر نجات بده جهان رو، واقعا مهار بکنه گرما رو، مسئله یه چیزه. ای راجع پوپولیسم و ناسیونالیسم به نظرم میاد که ما همچنان اون نقطه عطف رو طی نکردیم. در نظر بگیریم که ایتالیا رفت زیر این بار، الان توی سوئد ماه هاست که سر دولت نمیتونن توافق برسن، توی آلمان ما باید ببینیم که سال آینده چه خواهد شد انتخابات. متشکرم آقای حسینی‌فر، متاسفانه وقت بیشتری نداریم. این بحث خیلی بحث جالبی هست. این لیستی که ما داشتیم رو تونستیم به یه چیزایش برسیم ولی همش نشد. به هر حال سال 2018 سال پر از تحولات بود. ممنونم از همه شما آقای حسینی‌فر، خانم میزه، آقای منصور و خانم انتخابی‌فر. ممنونم از شما که با این صفحه دوی ویژه با ما همراه شدید. یادآوری می‌کنم که در تعطیلات سال نو میلادی چند برنامه نخواهیم داشت. برنامه بعدی ما پنجشنبه 13 دی ماه خواهد بود. شب و روزتون خوش.